عرض کردم که فرصت ما بسیار کم است، ولی اجازه بده از آقای امینی خواهش کردم که با همه کسالت و گرفتاری که داره ازش خواهش کردم که برامون یه گزارشی بده از پاریس و ببینیم که در پاریس واقعا چه گذشت و چه میگذرد، برای اینکه این انسان شریف عزیز ما به حال خونش از ژورنالیسم و گزارشگری در حقیقت کار اصلیش بوده و این کار بسیار تبحر داره، اینجوری بهت بگم، و از گذشته های دور گزارشگر بوده در رادیو و بعد کار به وزارت خارجه میرسه و به عنوان دیپلمات برجسته. الو جانم، سلام عرض کنم آقای امینی، سعید بهبهانی هستم. قربانت برم. جانم بفرمایید. عرض میکردم خدمت دوستان که از شما خواهش کردیم با توجه به همه کسالت که داری و مشکلاتی که هست، ولی گفتم که این کار بالاخره در خون شماست، به خاطر اینکه شما سالهای جوانی و عمر خودتو در این کار گذروندی و فکر کردم که هیچ کسی بهتر از شما نمیتونه این واقعه پاریس رو برای ما گزارش بکنه، ظرف دیروز و امروز در پاریس چه اتفاقی افتاد. خوشحال میشم که فرمایشات شما رو بشنویم، در خدمت شما هستم. بفرم. اطاعت میکنم آقای بهبهانی. شما در جریان بودید که من لازم بود که دوشنبه به پاریس برگردم، ولی چون از اینجا تلفن کردن من ناگزیر شدم که فورا خودمو برسونم، ولی موقعی من رسیدم که پاریس عزاداره، یه غمی این پاریس زیبا رو در بر گرفته، قطارات، ترامبای ها، مترو ها، همه اینا یک دقیقه سکوت کردن. پرچمای فرانسه در کلیه نمایندگیاش و در خود فرانسه به حالت میدونی نیمه افراشته در اومده. در اینجا هم 3 روز عزای همگانی اعلام کردند. دیروز 2 پلیس جوان فرانسه به دست تروریست ها کشته شدند. امروز یک بانوی پلیس در مترو هدف گلوله قرار گرفت، تو بیمارستان فوت کرد. الانی که من با شما صحبت میکنم ساعت 7 بعد از ظهر پاریسه. درست 1 ساعت قبل هولاند رئیس جمهور فرانسه به اتفاق وزیر کشور جلسه هیئت دولت رو ترک کردن، رفتن به پایگاه پلیس فرانسه تا از پلیس فرانسه دلجویی کنن. خدمتتون عرض کنم که تا الان هیچ فرانسوی، هیچ خارجی، یک افسر یا یک سرباز فرانسوی رو تو خیابون ندیده. اینها وقتی از پایگاه میخوان بیان بیرون لباساشو رو در میارن، لباس شخصی میپوشن، ولی تا دلتون بخواد پلیس جوان، همشون هم جوان هستن، اینا تو مردم واقعا همه ویلو هستن، همه جا هستن، ولی که امنیت فرانسوی در دست پلیسه. اطلاع فرمودی؟ بله. در هر حال حالا من براتون به طور خلاصه، البته باید بگم که من 55 سال تقریبا عملا پایگاه من پاریس بوده، اینجا درس خوندم در فرانسه، اینجا سرکنسول بودم، میشن دیپلماتیک داشتم، حالا هم که همینجوری همونطور که شما فرمودید 75 سال من خبرنگارم، روزنامه نویس. واقعا این آدم های بدبختی هستن، تا الان 790 تا خبرنگار بیچاره تو جنگ کشته شدن، نه سر پیازن نه تای پیازن، باور کن همه دیوانه هستن، من هم یکیشون هم دیوانه هستم اصلا. حالا بگذاریم، در هر حال خدمتون باید عرض کنم که من افرادی رو که اینجا تو این چیز بگم، متاسفانه یه خانومی هم تو اینا بوده که این خانوم واقعا همه کسانی که دوستش دارن میدونن چقدر بسلگو، چقدر خانوم شادی بودن. عکس این هم الان گذاشتن تمام روزنامه ها، الان عکس این کسانی که آخه 2 نفر رفتن، هر دو هم مسلمون، رفتن 12 نفر کشتن توی خونه، توی یه مجله. حالا بگذاریم، در هر حال الان خدمتون عرض میکنم که این مجله ای که اسمش چارلی ابدو، این مجله یه سابقه تاریخی از قدیم داره و یه مجله طنز فرانسویه و این بار اولش نیست که دوچار یه همچین اتفاقی شده. درست در سال 2006
یه نهی کاریکاتوری رو از پیامبر اسلام که در عرض در یک روزنامه دانمارکی چاپ شده بود این ورداشته کپی کرده اطلاعات فرمودید و این که چاپ شد اینجا خشم مسلمانان فرانسه رو برانگیخت. اومدن دفتر این آتش زدن و در سال 2011 پس از اون که کاریکاتور دیگری از پیامبر اسلام این مجله منتشر شد با بمب آتش ها هدف این مجله قرار گرفت. یکی از چیزهایی که آخرین چیزهایی که الان در صفحه تویتر این مجله منتشر شده کاریکاتوری از ابوبکر بغدادی رهبر گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بزرگ اینه چاپ کرده سال نو رو تبریک گفته. در هر حال کسی هم که اینه گذاشته سردبیر اینه که همه هم میشناسن اسمش شاربونی هست این دبیر این مجله هست و ایشون دو سال قبل پارسال تهدید به مرگش کرده بودن و همیشه هم تحت محافظت پلیس فرانسه قرار داشته. اونو سه تا کاریکاتور تویست دیگر که اون خانوم هم جزشه اینها همه حتی همین که آقای شاربونی هم جز کسانیست که کشته شدن اینا همه در جز اینا هستن. در هر حال این حادثه مرگبار دیروز اتفاق افتاد. هدف این مجله حمله به سیاست مداران، پلیس فرانسه، بانکدارها و مذهب، البته اینا تانداش گوش دارن به اصطلاح فارسی یعنی تمایل به چپ دارن این مجله. در ابزار کار اینا چیه؟ جعل داستان، طنز و حتی هجو لعنی هم دارن دور از ادب، غیر محترمانه. در هر حال تمام اینها تصمیمشون برای شوخی کردن با هر نه تنها فکر کرده پیامبر اسلام بوده، اصلا اینها کارشونه. در هر حال فلسفه وجودی اینها اینه که حمله کنن. خلاصه این مجله تیراژ زیادی نداره برای اینکه فرانسوی ها واقعا متعصب هستن. وقتی میبینن به یه پیامبر اهانت میشه اصلا نمیخورن این مجله رو. حتی این مجله من یادم در 1981 10 سال بود برای اینکه مردم نمیخریدن و چیزم داشت از نظر منابع مالی هم خیلی بعضیش فرق شد 10 سال منتشر نمیشد. خلاصه که این مجله کاریکاتوری یک کارتونی چاپ شده که نشان میده، شما گوش کنید ببینید، کاریکاتور نشان میده راهبه ها در حال خود ارضایی با پاپ هستند. پاپ هم در حالیه که کاندوم کشیده. اصلا خب ببینید اینا واقعا حتی مرزی برای وقاحت یعنی واقعا آزادی وقتی به اینجا رسید که اصلا دیگه اصلا نمیشه گفت آزادیه ته. خلاصه این مجله از هر وسیله استفاده میکنه که بتونه با اون پیامشو به مردم برسونه. انگیزه اصلی این مجله به چالش کشیدن صاحبان قدرت است. ببینید خب اینا همه تانداش ها همه تمایلات چپی و کمونیستی دیگه. بیشتر کارکنان و کاریکاتوریست های این مجله اسمای مستعار دارن. این مجله به واسطه شاربونیه اداره میشه که همه اونو شارب میشناسن، همه هم میدونن شارب یعنی شاربونیه که ایشون هم چهارشنبه کشته شد. همه اینا میان سال هستن، یک مرد مسلم تو اینا نیست، میان سال بین 50-60 هستن. حالا آخری خبر خدمتون عرض کنم که فهمیدن که این کسانی که این 12 نفر کشتن 2 نفر بودن و یک نفر اومده خودش هم به پلیس معرفی کرده، ولی هنوز اون 2 نفری که حمله کردن اینا رو کشتن هنوز اینها را پلیس نگرفته است. تا این ساعت که نگرفت، ولی حالا خدمتتون عرض میکنم در پی این حمله مرگبار دیشب امروز چند تا مسجد در
فرانسه هدف تهاجم افراد ناشناس قرار گرفت. صبح امروز انفجاری در یک مغازه کباب فروشی نزدیک مسجد، یعنی دیوار مسجد، از این کباب فروشیه. نگو این مسلمون این کباب فروشی، همه این نمازگزاران مشتری این بودن، میمونن ساندویچ میگرفتن و از این میخوردن. حالا شما رو تماشا کنید، در اینجا منفجر کردن اینجا رو، کباب فروشی بدبختو. تو ایستگاه مترو همین امروز، بعد مثل که 4 ساعت قبل بوده که تو ایستگاه مترو پاریس تیراندازی شد و یک مأمور زن پلیس زخمی شد بیچاره، و خبر دادن که در بیمارستان هم مرد. در هر حال دولت فرانسه به احترام قربانیان حمله به این نشریه، در هر حال واقعا عزای عمومی را اعلام کردم. این شانزلیزه اصلا شب خواب نداره، یعنی تعداد کسانی که باور کنید شب از اینجا میزنن خیلی خیلی بیشتر از روزه. الان اصلا تو شانزلیزه همه میترسن، یعنی تعداد آبرین اینا اصلا چشمگیره. یک کسی از دوستان من به من زنگ زد که اصلا همه میترسن وقتی میگن پلیس میکشن و در میرن، یه پلیس خانم دکتر. مردم دیگه خب تقریبا مسئولیت ندارن. حالا در هر حال ولی خیلی خوشم اومد از بیانات رئیس جمهور که در تلویزیون ظاهر شد و واقعا یک جمله ای گفت، اینا فروتنی اینا رو میرسونن واقعا. این در هر حال ایشون گفت که وحدت ملی کارآمدترین اسلحه در مقابله با خشونت و حمله به موازین دموکراسی است. او گفت هیچ چیزی نمیتواند باعث تفرقه، اون هم تفرقه ما باشد، و آزادی همیشه از تبخش نیرومندتر است. در هر حال رئیس جمهور فرانسه شهامت روزنامه نگاران مخصوصا این نشریه را بسیار ستود. من قربون حالم خوب نیست، اجازه میگیرم آقای بهبانی. همین تا همینجا، بعد تمام روزنامه ها عکس و تفصیلات اینا رو نوشتم. تا چهارشنبه، من در چهارشنبه میبینید چی میخوام روایت کنم. بله بله بفرم. در ایران ما، من تیتشو میگم قربون، برای که الان دارم میگم به خدا دارم میلرزم. من تیتش اینه که در گذشته به ما ایراد میگرفتن آقای بهبانی، یکی از ایرادهای ما این بود، به ما ایراد میگرفتن که ایران را 1000 فامیل اداره میکنن. من میخوام بگم حالا 1000 بی‌فامیل اداره دارن میکنن. مردم باید قضاوت کنن. پایه های تخت سلطنت رو دوش همین 1000 فامیل بود، همشون اینا تحصیلات خارج کرد بودن، پسرهای اینا بودن. وقتی اینا رو گذاشتن کنار، پیر زدائی شد و جوانگرایی، اون وقت کسانی که قبلا نخست وزیر بودن تو مملکت مثل آقای منصور الملک، اینا رو گذاشتن کنار، سناتورشون کردن. پسرش اون وقت حسن علی منصور که تو آمریکا درس خونده و جوان رو گذاشتن وزیر. اولین کاری که ایشون کرد، بابا روحانیون بیچاره ها فقط که مقرری میخواستن به احترام، ایشون فوری به اوقاف گفت مقرری این طلبه های قومو، مقرری روحانیون قطع کنید. آخه نون کشیده به برن، آخه مگه میتونه ساکت باشه؟ باید منتون برم احترامشون هم داشتن. به خدا خونه جمال امامی رو برو خونه من بود دیگه. هفته یا آقای نیمچ اولاغشون جد میگه همی داشت، سه اولاغ قشنگ هم داشت، همه اولاغه رو ماش میتونه میرفت اونجا با روزاش رو میخونده میومد میدن. نه خط کردن قربون کیاب، میدونی برای چی؟ برای اینکه یه جبون اومدن سرکار. آخه قربونتون برم، دوله ها و سلطنه ها همه فامیلشون ملک داشت، ممالک داشت، تمام سلطنه داشت. اینها بودن این پایه های تخت رو دوشون. من خواهم گفت که این 1000 فامیلی که به ما ایراد میگرفتن بی خود ایراد میگرفتن، اونها افرادی بودند استخون خورد کرده تو مملکت. حالا من میگم بسیار این 1000 بی‌فامیل کی هستن. بسیار ممنونم آقا، تا چهارشنبه. سپاسگزارم. من اینطوری که پر حرفی هم نکنم، به خدا خیلی
الان هم دارم میگم دارم میلرزم مثلا تب دارم. تا چهارشنبه قربان دارتون خوش. خیلی ممنون. بهار اینم گزارش مختصری بود از آقای امنی در پاریس و از اوضاع احوالی که اینجا وجود داره. امروز ما با تراکم یا تراکم برنامه مواجه هستیم.